با درود خدمت تمام سروران کشتی دوستم و همراهان همیشگی کانال حسین نظری ام ام ای. بریم به کشور قزاقستان. کشتی‌های فرنگی بین‌المللی جام بولات تولیخانوف در حال برگزاری هست. 12 تا 15 خرداد 1401 کشتی دوم پژمان پشتام وزن 82 کیلوگرم. پژمان پشتام با دو بنده قرمز در مقابل کشتیگیر از قزاقستان شامیل باتیروف با دوانده آبی به روی تشک رفتن. دو کشتیگیر رو دستای همدیگه کار میکنن تا راه رو برای اجرای فونشون باز کنن. هر دو کشتیگیر دستاشون خوب داره کار میکنن. یک بار پشتام رو به جلو هست و یک بار کشتیگیر قزاق شامیل باتیروف. ببینیم چه میکنه در این کشتی. این کشتی رو برنده بشه به فینال خواهد رفت. احتمالا فینال هم از اون برای کشتیگیر چغر منتظر پشتام خواهد بود. نای قهرمان المپیک هست و قهرمان آسیا. یه لحظه پیش میندازه. حالا داور معتقده که هول داده کشتیگیر ما رو و از تشک خارج کرده. امتیازی رد بدل نمیشه. تا به اینجای کار چه کشتی صفر و صفر هست. ببینیم داور چه میکنه. کدوم کشتیگیر رو در خاک میشونه. به احتمال زیاد یه دستون میکشه حالا پشتام. به احتمال زیاد کشتیگیر ما رو در خاک میچونن. دیدیم تو این دور از مسابقات واقعا داوری زیاد تعریفی نداشت. بیشتر هوای کشتیگیرهای قزاق رو داشتن. تو حالت برابر همیشه حق رو به قزاق ها دادن. یه لحظه حالا میره بر سرگردن. مچه دست از این بر گروه گرفته. میتونه فیتو رو جمع کنه؟ نه. فرار میکنه کشتیگیر قزاق. با تیروف. کشتی بله کشتی نگه داشتم و کشتیگیر ما باید در خاک بنشینه. ببینیم چه میکنه در خاک. در خاک پشتام خوب میشینه. کشتی قبل رو هم دیدیم کشتی رو داور از دستش در آورد ولی در نهایت تونست 4-4 حریف قرقیزستانی رو شکست بده. بله حالا کشتیگیر قزاق باتیروف ببینیم چه میکنه. دست رو هنوز کاملا رد نکرده. حالا دست رو گلاب میکنه میره برای بارانداز. بله میخواد بارانداز بزنه. اینجوری که یه لحظه حالا اومد از چپ نشون داد نتونست کاری بکنه و میتونن سرپا بدن دیگه. بله داغه سرپا میده. عرض کردم تو خاک خوب جا به جا میشه و دفاع میکنه. تو مسابقات قهرمانی جهان اسلوی نروژ نقره گرفت. یه دستوی زیبا دستوهای خیلی خوبی میکنه. کشتی اول رو هم دیدیم دوتا دستوی زیبا کشید و 4 امتیاز جلو افتاد. یک بار دیگه حالا پیش میندازه. میتونست بلافاصله بره به پشت کشتیگیر و خاکش کنه. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. 2 دقیقه از کشتی سپری شده. نایب قهرمان جهان در مقابل کشتیگیر از قزاق. یه دستوی دیگه میکشه پیش میندازه و بالاخره خاک میکنه. بالاخره خاک میکنه و 2 امتیاز اولین 2 امتیازی خودش رو ثبت میکنه به روی تابلو. پژمان پشتام دلاور شهر ری ما یه لحظه از چپ نشون داد اومد برای راست و این بار یک پای دیگه یه بار انداز هم چاشنی کار میکنه تا یه مقدار خیالمون راحت بشه. 4-1 میشه حالا از کشتی به سود دلاور کشورمون. البته اصالتا ایلامی هست. یک بار دیگه یه بار دیگه پیش میندازه. عرض کردم دستوهای قشنگی میزنه پژمان پشتام. 2 امتیاز دیگه میگیره و 6-1 میشه حالا. ببینیم میره برای بارانداز یا نه. یه لحظه حالا لیفت میکنه میتابونه. بله میتونه حتی 4 تایی بدن. ببینیم روبرو که قاضی 2 تا تایید کرد. بله یه 2 امتیاز دیگه هم دادم و کشتی تمام. بله قاضی یه 2 تایی دیگه هم داد علاوه بر اون امتیاز. ببینیم بله ببینیم اون روبرو قاضی میگه که تمام شده کشتی. بله اگه 2 تا دیگه بدن باید نچه کشتی 10 بشه. حالا به روی تابلو 3 تا اختار برای کشتیگیر ما میدن. عجب. فکر میکنم این مسئولی که این روی مانیتور امتیازات رو ثبت میکنه حواسش پرته. بله حالا بر میدارن اختارها رو به روی کشتیگیر آبی میزن. احتمالاً رئیس توشت داره فیلم رو بازبینی میکنه. بله دوتا رو دادن کشتی تموم میشه. حریف قزاق با امتیاز
عالی شکست میده پژمان پشتان و به فینال راه پیدا میکنه. تبریک میگیم به پشتان و همه شما عزیزان. یا حق.